اما به صورت کلی کودکان 6 تا 8 ساله دیگه داره کم کم وارد مرحله میشه که مفهوم دروغ میفهمه، مفهوم واقعیت رو میفهمه. پس در این زمینه ما باید بسیار حساس باشیم و رفتار کودکان خودمون رو بسیار دقیق در نظر داشته باشیم. در این دوره دیگه کودکان میفهمن که دروغ چیست، واقعیت چیست و به چند دلیل دروغ میگن. یکیش که شما اشاره کردین ترس و استراب هست. کودکانی که میترسن از ای که تنبیه بشن، چرا که قبلا حتما دیگران تنبیه شدن، مثل اگر خواهر و برادر از خودشان کلانتر داره میفهمن که اونها دروغ گفتن و تنبیه شدن با یا با پرخاش والدینشون برخورد کردن که بسیار طبیعی است. خب والدین میگن ما میخوایم جلوی تربیت ناصحیح رو بگیریم، پس یک برخورد قاطعانه و سخت جزء روش فرزند پروری قرار میدن. شاید هم تنبیه بشن، مجازات بشن، محروم بشن از یک مورد خاص و کودک این ترس و استراب داره، میگه خب من اگر واقعیت بگم که من شامل این حال میشم، پس من میخوام جلو او رو بگیرم و به دروغ خودشون ادامه میدن. گاهی هم کودکان به این خاطر دروغ میگن که عزت نفس و اعتماد به نفس کمی دارن، همیشه مورد من میگم سرزنش قرار گرفتن، شاید توسط والدین مقایسه شدن با همسنان خودشان یا برادرای خودشان از همون کودکی. و واقعا گاهی من دیدم که والدین بسیار واضح میگن خب تو اندازه سنت رفتار نمی کنی، تو دیگه کلان شدی. گاهی کودکان میگن من چطور اگر در یک نظر و مشورت شرکت بکنم، میگه تو طفل هستی، اما اگر من بخوام یک کار رو انجام بدم میگه تو کلان شدی. و من واقعا نفهمیدم. گاهی نوجوانان ما حتی در این مورد میگن من دچار یک سردرگمی هستم. پس این نوع برخورد والدین میتونه تأثیر گذار باشه. پس از استراب، از ترس، از تنبیه شدن دروغ میگن. از اینکه واقعا اعتماد به نفسشون کمه، عزت نفسشون کمه، میبینه که من مورد توجه دیگران نیستم، پس سعی میکنه که یک دروغ، من میگم دروغ شاخداره را بگه، یک چیزی را که احساس میکنه که خودشون اگر میتونست این مورد یا این مدل باشه چقدر خوب میشد و او را به صورت دروغ برمی کنه.